درود بر شما مخاطبان گرامی. خبرگزاری اسوشیتد پرس در یک گزارش تحلیلی احتمال وقوع جنگی تمام عیار در خاورمیانه را داده است و گفته است که اگر جامعه جهانی میخواهد جلوی چنین جنگی را بگیرد، اکنون وقت ورود است، وگرنه جنگی در پیش خواهد بود که دامنه آن میتواند از افغانستان، پاکستان و ایران باشد تا مدیترانه و شمال آفریقا. در همین راستا به گزارش کیهان لندن، وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی رژیم جمهوری اسلامی گزارش داده است که افسران اسرائیلی با استفاده از ظرفیت‌های سنتکام اقدام به طراحی و اجرای عملیات علیه مواضع رژیم در سرتاسر خاورمیانه زدند. این وبسایت هشدار داده است که این فعالیت مشترک تشخیص هواپیماها در آسمان منطقه را برای سپاه دشوار کرده و می‌تواند واحدهای پدافندی را به اشتباه بیاندازد. آنها با اعلام این خبر رسما اعلام کردند که اگر این رویه ادامه داشته باشد، باید انتظار تکرار اتفاقاتی مانند ماجرای هواپیمای اوکراینی را باز هم داشته باشیم. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش می‌دهد که مقامات اسرائیل طی هفته‌های اخیر رایزنی‌های خود برای ایفای نقش مخرب در روابط خارجی ایران به ویژه مذاکرات احیای برجام را تشدید کردند. مشخص است که ایرنا با نوشتن چنین گزارشی می‌خواهد اذهان عمومی را برای رویارویی آماده کند. دلیل نگرانی مقامات رژیم جمهوری اسلامی از مواضع اسرائیلی‌ها اکنون بیشتر مشخص می‌شود، زیرا اسرائیلی‌ها دست کم در سال‌های اخیر نشان داده‌اند آنچه را که می‌گویند به اجرا خواهند گذاشت. این در حالی است که کم نیستند صاحب نظرانی که یک درگیری نظامی را بیشتر به سود رژیم می‌دانند. شاهزاده رضا پهلوی در سپتامبر 2019 در گفتگوی اختصاصی با کیهان لندن هشدار داده بود که این نظام برای بقای خودش به زودی حاضر به تحمیل یک جنگ بزرگ به مردم است. در این میان اداره هوانوردی فدرال آمریکا و وزارت خارجه این کشور در مورد پرواز هواپیماهای مسافربری بر فراز ایران هشدار دادند و روزنامه کیهان تهران 14 مرداد آشکارا تهدید کرد که در صورت ادامه فشارها احتمال تکرار جنایاتی مانند پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی نیز محتمل است. برای جزئیات بیشتر در این مورد از شما عزیزان دعوت می شود که با ادامه این برنامه همراه شوید. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی رژیم 23 مرداد با انتشار یک کلیپ گزارش داد که در چهارچوب طرحی برای موازنه نظامی و امنیتی در غرب آسیا، در چند ماه گذشته افسران اطلاعاتی و نیروی هوایی اسرائیل در ستاد سنتکام حضور یافتند و با استفاده از ظرفیت‌های سنتکام اقدام به طراحی و اجرای عملیات می‌کنند. در این گزارش با تأکید بر اینکه استقرار پایگاه سایبری موساد در امارات نشان می‌دهد که برنامه گسترده‌ای در سنتکام در این خصوص وجود دارد، آمده است که این فعالیت مشترک تشخیص هواپیماها در آسمان منطقه را دشوار کرده است و میتواند واحدهای پدافندی ما را به اشتباه بیاندازد. نور نیوز هشدار داده است که واشنگتن و کشورهای همسو در قبال هر گونه عملیات خصمانه تل‌آویو سهیم بوده و باید پاسخگو باشند. او گفته است که ما هیچ ابایی از جنگ نداریم. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش می‌دهد که مقامات اسرائیل طی هفته‌های اخیر رایزنی‌های خود برای ایفای نقش در روابط خارجی ایران به ویژه مذاکرات احیای برجام را تشدید کردند. خبرگزاری ایرنا با درج این خبر گفته که مقامات اسرائیل ما را به سمتی می‌برند که جنگ برای ما از صلح منافعش بیشتر است. چندی پیش در اواسط مرداد گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل درباره استراتژی این کشور در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی گفت که کشورش در نهایت خواستار سرنگونی حکومت و تغییر رژیم است. کمتر سابقه دارد مقامات رسمی یک کشور در مورد سرنگونی و تغییر رژیم
در ایران چنین اظهار نظر صریح کرده باشند. او اخیراً نیز گفته است همانطور که اکنون جامعه جهانی میگویند طالبان باید از افغانستان بروند و آنها را یک گروه خرابکار میدانند، ما نیز مدت هاست که رژیم جمهوری اسلامی را به همین شکل دیده ایم، اما اکنون جامعه جهانی به تدریج آن را درک کردند. به این ترتیب دلیل نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از مواضع اسرائیلی ها بیشتر مشخص می شود، زیرا اسرائیلی ها دست کم در سالهای اخیر نشان دادند آنچه را که می گویند به اجرا خواهند گذاشت. حملات سنگین هواپیماهای اسرائیلی به مواضع سپاه قدس و نیروهای وفادار به رژیم جمهوری اسلامی در سوریه، انفجارهای زنجیره‌ای در تأسیسات اتمی و استراتژیک ایران، ماجرای محسن فخری‌زاده از عاملان اصلی برنامه‌های خرابکارانه رژیم و سرقت آرشیو اتمی و لو رفتن سایت‌های اعلام نشده و این اواخر هدف قرار گرفتن کارگاه ساخت سانتریفیوژ در کردان کرج و پرواز پهپادها و ریز پرنده‌ها که محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران به آن اعتراف کرده و نسبت به آلودگی امنیتی در داخل نظام هشدار داده، فقط بخشی از ضربات امنیتی اسرائیل به رژیم جمهوری اسلامی است که رسانه‌ای شدند. اسرائیل عملاً به دنبال تشدید فشارها به رژیم جمهوری اسلامی است. از یک سو اقدام برای تشکیل ائتلاف نظامی با شرکای خود مانند انگلیس و آمریکا پس از ادامه حملات به نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری، و از سوی دیگر فشار به غربی‌ها برای مطرح کردن مسائل موشکی و منطقه‌ای در مذاکرات اتمی وین. اخیراً نیز بحث در مورد ضرورت مقابله با توطئه‌های برون مرزی و خرابکارانه جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته در مجامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی مطرح می‌شود. ابزار جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین تحرکات گسترده‌ای حساب باز کردن روی حزب الله و گروه‌های فلسطینی برای راکت پراکنی به اسرائیل و هدایت پهپادهای انتحاری به سمت کشتی‌ها و مختل کردن کشتیرانی آزاد با مین‌پاشی است که اتفاقاً همین استراتژی به اصلی ترین عامل افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی تبدیل شده است و کار به جایی رسیده که موضوع استفاده از گزینه نظامی علیه رژیم حتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر مطرح شده است. این در حالی است که کم نیستند صاحب نظرانی که یک درگیری نظامی را بسیار به سود نظام می دانند. شاهزاده رضا پهلوی در سپتامبر 2019 این هشدار را داده بود و گفته بود که این نظام برای بقای خودش حاضر به تحمیل هر بدبختی و جنگی به مردم است و گواه آن اخیراً این شد که برای بقای خودش حاضر شد مردم را در بیماری رها کند. این همه اما فقط بخشی از قضایا است. آنچه وبسایت نور نیوز در مورد امکان اشتباه واحدهای پدافندی گفته است در واقع یک هشدار و تهدید است. کیهان تهران در 14 مرداد آشکارا تهدید کرده که در صورت ادامه فشارها احتمال تکرار جنایاتی مانند ماجرای هواپیمای اوکراینی کاملا محتمل است. این روزنامه این بار نوشت که اگر پرنده متجاوزی این بار هدف قرار بگیرد، هواپیمای بدون سرنشین نخواهد بود. بر همین اساس اداره هوانوردی فدرال آمریکا FAA اخیراً در مورد پرواز هواپیماهای مسافربری بر فراز ایران هشدار داده است. حامد اسماعیلیون که فرزند و همسر وی در پرواز 752 جان خود را از دست دادند، هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی همانطور که جنایات آبان را در خوزستان تکرار کرد، قادر به تکرار 18 دی ماه یعنی ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم هست. وزارت خارجه آمریکا هم 2 اوت در اطلاعیه‌ای در مورد مخاطرات سفر اتباع خود به ایران هشدار جدی داده است. در این اطلاعیه با اشاره به مخاطرات پرواز از آسمان ایران یا حمل و نقل هوایی در مسیرهایی که مجاور آسمان ایران هستند، به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داده شد که یک هفته بعد یعنی 9 اوت رابرت مالی مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا این اطلاعیه را بازنشر کرد. بازنشر این اطلاعیه یک پیام روشن دارد. وضعیت در فراز ایران قرمز و خطرناک است. وبسایت نور نیوز نیز 13 مرداد یعنی در فاصله بین صدور اطلاعیه هشدار وزارت خارجه آمریکا و بازنشر آن توسط رابرت مالی
در گزارشی با شرح دلایل توقف مذاکرات ایران با ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برای مبادله زندانیان دو تابعیتی، واشنگتن را متهم به عهدشکنی کرد و نوشت مبادله زندانیان در ازای بازپرداخت طلب 7 میلیارد دلاری ایران از دستور کار خارج شد. دو هفته بعد دفتر دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه 13 اوت یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت ایران را تحریم کرد. چیدن همه این قطعات پازل سیاسی در کنار هم بیانگر علائمی است که نشان می‌دهد احتمال وقوع یک درگیری با رژیم جمهوری اسلامی، اعم از برخورد نظامی یا عملیاتی سایبری، بیش از پیش تقویت شده است. به ویژه آنکه مقامات آمریکا و انگلیس پس از طرح موضوع تعرض به کشتی‌ها توسط رژیم جمهوری اسلامی به صراحت از لزوم مجازات رژیم صحبت کردند. در همین حال نشانه های دیگری از جمله سرعت عمل ترکیه برای احداث دیوار در مرز با ایران و استقرار یگان ویژه نظامی و کنترل مرزها با فناوری های الکترونیک و پهپاد و شتاب برای اتمام خطوط لوله نفتی گور جاسک از سوی رژیم جمهوری اسلامی برای دور زدن تنگه هرمز نیز می تواند بیانگر تغییر اوضاع در آینده نچندان دور باشد. حسن روحانی در تیر ماه 1399 گفته بود که احداث خط لوله جاسک یک پروژه استراتژیک است که اگر روزی تنگه هرمز در روز مبادا به هر دلیلی بسته شد، صادرات نفت ما متوقف نشود. حالا دولت قاضی مرگ به روی کار آمده و با شرایط موجود، حتی اگر به جای افراد مکتبی و امنیتی و سرکوبگر و خرابکار که به عنوان کابینه 13 معرفی کرده، بهترین سیاستمداران و متخصصان جهان را نیز به کار می گرفت، باز هم قادر به گشودن این همه گره کور نخواهد بود. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.